سلام به شما همراهان همیشگی کانال انگلیش مایند به ویدیو جدید خوش اومدین تو درس امروز قراره 20 تا از کاربردی ترین جملات محاوره ای در مکالمات روزمره رو با هم یاد بگیریم اگر آماده این بریم سراغ درسمون درسمون رو با یه عبارت خیلی جالب شروع می کنیم یه جوری رفتار میکنه انگار بچه از. He treats as if he were a child. He treats as if he were a child. As if به معنای انگار میشه. وقتی از as if در یک جمله استفاده میکنین فعل بعدش حتما باید به صورت گذشته ساده بیاد. He treats as if he were a child. یه جوری رفتار میکنه انگار بچه هست. حالا تو جمله دوم میخوایم بگیم یه جوری حرف میزنه انگار بهترینه He talks as if he were the best He talks as if he were the best بچه ها اگه دقت کرده باشین زمان جمله زمان حال هستش اما بعد از عظیف از زمان گذشته ساده استفاده شده دلیل این کار این هستش که وقتی از عظیف به معنای انگار استفاده میکنیم معنای جملهمون غیر واقعی هستش یعنی تو دنیا واقعی اون اتفاق نیفتاده و اونطور به نظر میاد مثلا طرف جوری حرف میزنه انگار بهترینه در حقیقت بهترین نیست ولی طوری صحبت میکنه که میخواد بهترین به نظر بیاد به خاطر همین معنی غیر واقعی که داره بعد از ارزی از زمان گذشته ساده استفاده میشه این نکته العاده مهم هست حتما به خاطر بسپری میخوام بگیم طرف نهایت استفاده را از زندگیش برد از لحظه لحظه زندگیش استفاده کرد He lived life to the full He lived life to the full Live life to the full یک اصطلاح هست به معنای اینکه شخصی از لحظه لحظه زندگیش استفاده بکنه و لذت ببره He lived life to the full نهایت استفاده را از زندگیش برد میخوام بگم هرگز در موردش بحث نکن never discuss it never discuss it never به معنای هرگز هست discuss یک فعل هست به معنای بحث کردن یه نکته فوقالعاده مهم این که بعد از discuss از هیچ حرف اضافه ای استفاده نمیشه و مستقیما مفعول جملهمون را استفاده میکنیم discuss something در مورد چیزی بحث کردن never discuss it هرگز در موردش بحث نکن از مشکلات اقتصادی رنج می برد. He suffered from economic issues. He suffered from economic issues. Suffer یک فعل هست به معنای رنج بردن و بعدش از حرف اضافه from استفاده می کنیم. Suffer from something به معنای رنج بردن از چیزی هستش. Economic issues هم به معنای مشکلات اقتصادی میشه. He suffered from issues. از مشکلات اقتصادی رنج می برد. چطور بگم قیمت دلار بالا رفته افزایش پیدا کرده The price of dollar has increased The price of dollar has increased فعل increase به معنای افزایش دادن و افزایش یافتن میشه یه نکته خیلی مهمی که در مورد فعل increase وجود داره این هستش که این فعل هم میتونه مفعول داشته باشه و هم میتونه به تنهایی بکار و نیازی به مفعول نداشته باشه تو این جمله به معنای افزایش یافتن هستش بالا رفتن و به مفعول نیازی نداره اما اگر به معنای افزایش دادن چیزی باشه میشه بعدش مفعول استفاده بشه به این نکته در مورد فعل اینکریز خیلی دقت کنید قیمت دلار بالا رفته The price of dollar has increased میخوام بگم خیلی چیزا عوض شده Many things have changed Many things have changed بچه ها همونطور که تو جمله قبل در مورد فعل increase براتون توضیح دادم فعل change به معنای عوض کردن و عوض شدن هم مثل فعل increase هست یعنی قابلیت این رو داره که بعدش مفعول بکار بره یا اینکه به تنهایی بکار بره تو این جمله فعل change به تنهایی بکار رفته و مفعول نداره و به معنای عوض شدن و تغییر یافتن هستش خیلی چیزا عوض شده Many things have changed این رنگ خیلی بهت به میاد This color really suits you This color really suits you فعلی سوت به معنای مناسب بودن هستش چطوری به انگلیسی بگم یه کاری خیلی دل میخواد جرأت میخواد It takes guts It takes guts بچه این عبارت یه عبارت اینفورمال یا غیر رسمی هست که فقط در انگلیسی محاوره به کار میره و وقتی به کار میره که شما باید برای انجام یه کاری خیلی شجاعت و جرأت داشته باشین It takes guts دل میخواد جرأت میخواد میخوام بگم به چی خیره شدی What are you staring at? What are you staring at? Stare at something به معنای خیره شدن به چیزی میشه What are you staring at? به چی خیره شدی؟ بچه بیشتر شما معنی عبارت let's go رو میدونین. Let's go به این معنی هستش که بیا بریم. حالا میخوام بگیم بیا نریم. اینو در انگلیسی چطور بگیم؟ Let's not go. Let's not go. بیا نریم. علف باید به دهن بوزی شیرین بیاد. Beauty is in the eye of the beholder. Beauty is in the eye of the beholder. این یک ایدیم یا اصطلاح هستش. <laughs> میخوام بگم شخصی در سن 87 سالگی فوت کرد. He died at the age of 87. He died at the age of 87. دقت کنید از عبارت ادی اعجاب وقتی استفاده میکنیم که میخوایم بگیم در سن خاصی. اما از عبارت ایندی اعجاب وقتی استفاده میکنیم که میخوایم بگیم در عصر خاصی. این بیشتر در متون تاریخی به کار میره. مثلا میگن در عصر باستان یه اتفاق خاصی افتاد. پس at the به این معنا هست که در سن خاصی و این دی اجاف به این معنی هست که در عصر خاصی او در سن 87 سالگی فوت کرد He died at the age of 87 حالا با توجه به نکته ای که تو جمله قبل براتون توضیح دادم میخوایم بگیم ما در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم We are living in the age of technology We are living in the age of technology دقت کنید اینجا وقتی میخوایم بگیم در عصر تکنولوژی از عبارت ایندی اعجاب استفاده کردیم میخوایم به این نفر بگیم من طرف تو هم. I'm on your side. I'm on your side. دقت کنید حتما بعد از حرف اضافه آن استفاده کنید. من طرف تو هم. I'm on your side. سرگیجه دارم I feel dizzy I feel dizzy سرگیجه دارم من هر کاری برای وزن کم کردن انجام دادم I tried everything to lose weight I tried everything to lose weight Try to do something به معنای تلاش برای انجام کاری میشه lose weight هم که به معنی وزن کم کردن هست و یک کالوکیشن هست و همیشه با هم به کار میره هر کاری برای وزن کم کردن انجام دادم I tried everything to lose weight حالا میخوام بگم من نهایت تلاشم رو کردم تا آرومش کنم اینو به دو شکل میتونم بگم I tried my best to comfort her I tried my best to comfort her. I tried hardest to comfort her. I tried hardest to comfort her. بچه you try your best با try hardest هر دو به این معنی هستش که شما نهایت تلاشتون رو برای انجام کاری بکنین که اونو به نحو احسن انجام بدین. Comfort هم که به معنی آروم کردن میشه. I tried my best to comfort her. I tried hardest to comfort her. نهایت تلاشم رو کردم تا آرومش کنم. من سال هاست که دارم زبان میخونم. I've been studying English for years. I've been studying English for years. اینجا از ساختار حال کامل استمراری استفاده کردیم که have been به علاوه fear به علاوه ing هستش، از این ساختار وقتی استفاده میکنیم که یک کاری در زمان گذشته شروع شده و به طور مداوم تا زمان حال ادامه داشته و هنوز هم ادامه داره I've been studying English for years سال هاست که دارم زبان خونم. به پایان درس کاربردی امروزمون رسیدیم امیدوارم نکات گفته شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه اگه میخواین جملات محاوره بیشتری رو یاد بگیرین روی لینک این ویدیو تو قسمت کامنت کلیک کنید به امید دیدار